دوستان عزیزم سلام. همینجور که ملاحظه فرمایید، ما اومدیم آخرین کاری که کردیم اینجاست که اومدیم و KDE یه سری متا پکیجش و اینو خودش و یه سری تولای مربوط رو نصب کردیم، که این کار عرضم به خدمت شریف شما که به میزان 7 ساعت و 475 ببخشید 475 تقسیم برش هست و 55 دقیقه تقریبا 8 ساعت طول کشیده و این نشانگر اینه که دوستان اگر میخواهند این کار رو انجام بدن یا رو کامپیوتر معمولی، این سیستم همجور که من گفتم 32 تا ترد و 32 گیگابایت رم داره، ولی برای کامپیوترهای معمولی یا دسکتاپ سبکتری کامپایل بفرمایید و نصب بکنید، یا اینکه تیکه تیکه خورد خورد، خب که الان من جلوتر توضیح میدم. و خب ببینید، من الان KDE رو که نصب کردیم، این پیش فرض با خودش این متا پکیج دیسپلی منیجرم نصب میکنه به اسم SDDM. خب که من الان اگر بیام اینجا اینو استارتش بکنم، ملاحظه میکنید که بله، خب و من اینجا میتونم لاگین بشم. دقت کنید که ما اینجا روت نداریم، خب، و من اگر الان لاگین بشم چند تا نکته شما خواهید دید. یکی این که اینجا اگه دقت بکنید موس و گرافیک، من موس رو که تکون میدم، موس تو خود وی ام جابجا نمیشه و گرافیک هم رزولوشن بالایی نداریم. من مجبورم با کلید برم و اول من یه خورده از پکیجایی که اینجا نصب شده رو خدمتتون نشون بدم. ببینید که مثلا برای ادویکیشن، مثلا این متا پکیج اصلی کلی چیزای نصب کرده که شاید به درد همه ما نخوره. گیم نصب کرده، بعد ارزم به حضور شما گرافیک نصب کرده، اینترنت نصب کرده، براوزر هم نصب کرده که یعنی احتمالاً یا فایرفاکس بیست یا کرومیوم بیست، مولتی مدیا، وی ال سی، خیلی چیزای دیگه. و اینجاست که اکثر دوستان همه این پکیج ها رو نمیخوان، خب، و در نهایت اینجاست که واسه اینکه وقتتون گرفته نشه همه رو نباید نصب کنیم. خب الان من یه ریبوت میزنم، این پرنده منم داره برای خودش این ساعت میخونه، ببخشید داره جیر جیر میکنه، نمیدونم صداش میاد. و چند تا کار میکنم من اینجاست که اول از همه یه پکیجی رو نصب میکنم. ببینید برای اینکه این وی ام ور، حالا توی سیستم های شما خب قطعا متفاوته دیگه، ما اینجا دیگه روت نداریم چون روت رو دیسیبل کردیم آخرین قسمت. خب و حتی خب چیزی که ما باید نصب بکنیم، ببینید اگه من یه emerg search بگیرم، این چیزی که باید نصب بکنیم فکر کنم اینه، من اینو جداگانه خوندم. و یه چیزه برای گرافیک، مطمئن برای اینکه حوصله‌مون سر نره اول میام اینو نصب میکنم. خب اونو میبینید وی ام ور موس اینپوت درایور. خب این دو سایزمون رو نصب میکنم، اسک ایکس اف 86 داش اینپوت داش وی ام موس، که بتونیم نیوزام نخوندیم، بذارید نیوز ها هم باید میخوندیم. احتمالا اومده گفته بعد از این پکیجی که ما نصب کردیم یه سری نیاز های مربوط به اونه، الان نیوز هم میخونیم.
و ببینید اون شما میگید با خودتون آقا ما کرنل کاستماایز کردیم، وی ام ور رو برای گرافیک شما زدی، من باید بگم اونها فقط برای کرنل و فریم بافر تکس هستش، برای X11 ما باید همه چیزایی که لازمه رو جداگانه نصب بکنیم. همین در مورد درایورهای کارتای گرافیک سخت افزاری هم صادقه، در مورد خیلی چیزای دیگه سخت افزارها هم میتونه صادق باشه. حالا من اول فقط این وی ام ماوس رو نصب بکنم که ماوس رو برای ما درست کار بکنه. خب تایم نزدم جلوش که ببینم چقدر، ولی یادم که این زیاد نیست. خب میبینید که تقریبا تمام شد، این الان کامپایل شد، اینو فقط باید نصب بکنه. خب نصب شو نصب شو. آها یکی دیگه این که اون دیسپلی منیجر SDDM رو من باید اینبل بکنم که اتوماتیک موقعی که روشن میشه سیستم مثل توضیح دیگه. آها این اول این ای سلکت نیوز لیست رو ندین، نیوزایی که هستشون، نیوزایی که آبی رنگه جدید، مثلا اف اف ام پگ. آها ببینید ما اف اف ام پگ و لیبی وی اینا یه مدتی خیلی توضیح می‌خواستن سویش کنن به لیبی وی، بعد نمیدونم چی شد دوباره برگشتن به اف اف ام پگ و این نیوزای مربوط به اونه. و این چیه مثلا اون ما اسکیل ما، حالا همینجوری ما اگه بخواین همینجوری من اینو بزنم شما یه نگاهی بکنید. نیوز 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 تموم شد. خب و الان سیستم CTL enable SDDM که آقا اتوماتیک اینا برا ما چی شد؟ enable ببخشید start SDDM. هنوزم که هنوزه خیلی دوستان فرامین INITD و سیستم دی رو یه خورده عوض بدله قاطی میکنم و همچنین خود من. خب الان این موسه درست شد نشد، ماژولیه باید نشه یا شاید باید لگین شیم. بذارید ببینیم نبودم از تو همینجا نصب میکنم، هیچ مشکلی نیست نیست. خب مجبورم که چیز دیگه نصب بکنم، احتمالا اپلیکیشن یا همینجا که من بزنم کنسول بود. آره این ترمینال پیشفرض سجودش آی نصب کنیم ممر دیگه، یه اسکرین هم بزنیم اینجا داشته باشیم. emerge من search vm where دیگه چی بود، یه لوله هم باید میزنم تا اون یه چیز نصب بکنیم. ببینید emerge اینه xf86-video-vmware، اینو باید بریم. دوستان آیه فریدونی بودن و چند تا دیگه گفتن که آقا چجوری آن ماسک بکنی پکیج رو اینا رو و اصلا آن ماسک چیه. من الان این کار قبلا کردم و اینجاست که توی این توضیحات بیشترم میدم. الان مثلا فکر کنم این آن ماسک میخواد، خب اینو میزنی آها میبینید این میبینید آتو آن ماسک اونجا چیزی اومد etc update. حالا بعد اینکه دقیقاً چی کار میکنه این فرمان auto merge منفی سست، من بعد این رو به شما دقیقا نشون میدم که اصلا مفهوم آن ماسک چیست. خب و حالا این دوست عزیزمون رو نصب کنیم. بیا 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 وقت زیادی اما نگیر. خب اینم بره. ببینید دوستان ما یه مفهومی داریم توی جنتو به اسم یوز فلکس و یوز فلکس ها چند تا کار خیلی مهم انجام میده و اون اینجاست که مثلا چه بسته یا چه لایبرری نصب بشود، نرم افزار لایبرری،
و اینکه نرم افزارها و لایبرری هایی که نصب میشوند با چه توانایی های کامپایل بشوند. مثلا به فرض مثلا ممکنه یه دونه نرم افزار با پشتیبانی کیوتی یا مثلا KDE باشه یا بدون اون. و خب شما موقعی که اینها رو از توی توی توضیح های دیگه دبیان، فدورا، آرچ دانلود میکنید، اینا رو بنا به تصمیم دیولپر که اونا رو منتشر میکنه اغلب همه اینا رو امبد میکنه. خب این توانایی رو ما داریم که با یوز پلاگز ها اینا رو کاستمایز کنیم و یه چیزی رو نذاریم. و ولی اگر بعدا ما بخوایم یه دونه یوز پلاگ رو اضافه بکنیم، این جنتو این اجازه رو به ما میده که بگیم که آقا اون پکیج هایی که چیز بود تغییر کرده، حالا ما یوز پلاگ ها رو ساپورت میکرده، بیا دوباره این رو ریکامپایل کن. که الان ما به اون ماجرا در قسمت بعدی ویدیو من فکر کنم برسیم. خب حالا ببینیم این جلو میده. یه دونه ببینید، من کنترل ای سی میزنم که ترمینال دیگه، آه من اینم نمیتونم، من محض اطلاع الان دارم به صورت ریموتی که میام به وب بیست و خب خیلی کامندا رو ندارم متاسفانه. خب به این علت که بنا به مشکلات سرعت نمیتونم با نرم افزار مناسب به هایپر ویزور وصلشم، یه سری کلیدا رو ندارم. کنترل سی دیگه عرضم به حضور شما، حتی اسکیپ هم نمیتونم بزنم. ببینید چه وضعیت افتضاحیه، یعنی کنترل ایکس بدبختیه، یعنی نمیتونم با نانو با وین با هیچ ادیت بکنم. ولی یه کارش میکنیم. میخواستم ویدیو رو تموم کنم با همین وب بیست برم اینو جلو ببرم و خوشبختانه این کار انجام خواهد شد. اینستالینگ، خب لایبرری دو تا از این سه تا انجام شد. آها موس رفتون، ببینم اتفاقی افتاد اینجا، پوینتر رو نه هستش، اینجاست، هنوز اون چیز درست نشد، احتمالا یه ریبوت هم میخواد. امیدوارم اوپن وی ام تولز نخواد. اگه بخوام اوپن وی ام تولز رو نصب کنم، ببینید وی ام ور قبلا سالها پیش برای ورچوال ماشین ها یه بسته هایی میداد که میگفت اینا رو نصب کنید که توانایی مثل کار کردن موس و گرافیک و اینا رو توی ورچوال ماشین ها میداد. بعد الان یه توی گیت هاب یه چیز رپوزیتوری داره برای اوپن وی ام تولز که میتونید اونا رو دیگه توی توضیح آوردن، یعنی توضیح گفتن آقا ما نمیاریم اینا، بعد دید اینجوری خودشون رو درست کرد. emerge این اسمش open vm tools. ببینم دوست عزیز ببینم باز قطع، این فکر کنم بنده خدا اشتباه من میگیره. Open VM Tools اونجاست. App Emulation Open Source Tool for VMware Guest. یه ریبوت بکنیم ببینیم بدون اون موس کار میکنه یا نه. اون طولانی، من میخوام به صورت پارالل برم جلو، نمیخوام وقت شما رو بگیرم. خب دیگه الان که SDDM رو اینیبل کردیم، هم دوباره باید به صورت اتوماتیک بریم روی گرافیک. باز اینجا کرسر موس نیومد، یه خورد اومد که آها درست شد، یه خورده بهتر شدیم. آخی خب این اوپن وی ام تولز یه اجازه میده اینجاست که اصطلاحاً میگن که allows hypervisor to gracefully shut down the guest، یعنی بگه آقا او خاموش شو من، یا مثلا ریستارت شو من، همین الان اگه چیز نکنی فورس شات داونت میکنم. اوکی خب الان مثلا آره این چیز درست شد. خب الان اونم نصب کنیم دیگه، خورد خورد utility تایپ کنم راحت‌تر. کنسول بله sudo -i
emerge open vm tools. نصب بشه. آها یه اجازه میده مثلا فایل ها کپی پیست بشه بین هاست و گست و احتمالا مثلا مواردی مثل صدا و از این حرفا، ولی خب ما فکر کنم ماجرای فایل رو تو کرنل اینیبل نکرده باشم، یه قسمت هایی از این احتمالا چیز نمیشه، اپلای نمیشه. خب بینیم آره برو. آها این هم باز میبینید این accept keywords، این هم باز config فایل ویژه داره برای احتمالا mask etc update، این هم acceptش میکنیم. آه بعد ما به صورت گلوبال هم اگر یوز پلاگ کلی تعریف نکردیم برای بعضی پکیج ها میتونیم تعریف کنیم. آها در ضمن بعضی وقتا بعضی پکیج ها رو باید یوز فلگ رو دیسیبل کرد، یعنی مثلا میگن آی اگه منو با این بخوای کامپایل کنی من کار نمی کنم و این هم هست، یعنی الا بلا میگن ما تو این انوایرمنت کار نمی کنم، حتما باید این ذکر شده باشه که این نیست، که اونم باز ما بهش خواهیم رسید. خب این هم فکر کنم طولانیه، من بیام در این فرصت ببینیم که چی کار میخوایم بکنیم. خب آها یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینجاست که سیستم سیتینگز اگه ما بریم ببینید که شما دیسپلی هم دیگه من رزولوشن بالاتری دارم، میتونم مثلا بیام رزولوشن نیتیو، این رزولوشن مثلا خب این چیزی که خیلی رایجه، خب میبینید و رزولوشن نیتیو این مانیتور که من الان میتونم داشته باشم و ویدیو رو دارم باش میگیرم، دوباره ببینیم نه که البته این ریز میشه متن این، ولی خب ایرادی نداره اینو داشته باشیم. یه مقدار اینو فونتو بزرگ کنیم شما چشتون بهتر ببینه. بیایم یه خورده مثلا بریم اپلیکیشنه که داریم رو نگاه کنیم. گفتم چی داریم؟ development فکر کنم این چیزی نداره نیت. خب all applications, educations می‌بینید ما اکثر چیزهایی که توی KDE توی سیستم دیگه داریم اینجا داریم. گرافیک چی داره؟ گیم رو بلدش کنیم. document view. آه بذارید من اینو اینجا بگم. خب نها کنید این applications، من از راه دور به این کامپیوتر وصلم ها که این لگ داره. خب والا اگر تو همون جا بودم خیلی سریع اینا رو نشون میده. ما بریم تو وب براوزر. خب اینم داره خورد خورد نصب میشه. خب ببخشید. الو سلام، حال شما خوب؟ نه نه ببخشید من وسط کاری بودم نمیتونستم جواب بدم. اجازه بدین من بهتون زنگ میزنم. باشه باشه اوکی. خب ببینید اینجا آپگرید نه KDE اینجا یه خورده ببینم میتونیم اینو بزرگش کنیم. View Zoom in. View Zoom in. امیدوارم خانا باشد. میام پایین package config services profiles available versions. مثلا من همین
ورژن پیش پرز رو نصب کرده بودم، پلاسما متا رو اگه خاطرتون باشه، ولی میبینید ورژن دیگه هم داریم، میتونستیم نصب بکنیم. اگه بخوام میتونستم دو نقطه بذارم بعد هر کدوم از اینا رو بگم. استیبل تستینگ داره میبینید ورژن های جدیدتر و اینا. اینستالیشن، خب متا پکیج ها، خب باز اینا چیه؟ اینا تمای مختلفه. من اینو نصب کردم، ببینید تو این دسکتاپ باز یه ورژن مختصرتریه، احتمالا خیلی چیزا رو نداره که بعد جداگانه بعد سیستم ستینگز و ویجت ها اینا رو نصب میکردیم، ولی خب من اینو کامل سیز کردم، خود اونو درگیر چیز نکردیم. اپلیکیشن ها، باز اگه خاطرتون باشه من KD Apps Meta رو نصب کردم که همه اینا رو ورد ورژن های مختلف داره، جدا جدا میتونستم ببینید اینجا داره، برای گیمز داره، برای گرافیکس داره، برای مولتی مدیا داره، برای نتورک داره، برای اکسسیبیلیتی، همه چی اینا رو داره. من اونو زدم همه بیاد، نمیخواستم وقت بذارم و خب میبینید که همه چی نصب شد. میبینید این چیز Open VM Tools هنوز داره کامپایل میشه، برنامه طولانیه. تو این فرصت من به آقای علیرضا امیر صمیمی گفته بودم که من میخواهم که پرسپولیس DM رو روی جنتو نصب کنم، و اینجا بود که کسی، خب پرسپولیس DM هم EN گفته بود که جنتو رو پشتیبانی میکنند، و من این رو میخوام دقیقا الان اینجا بریم. اینجا اگه ما بریم، ما اگه الان همین الان اینو بزنیم این کار نخواهد کرد. بذارید من اینو توی نیو تب امرج ملاحظه میکنید که این نیست، پس این اینستراکشن نیاز به آپدیت داره. بحث اطلاع، آیا امیر صمیمی به نظر من اینکه بزرگترین پروژه های آزاد و اوپن سورس ایرانی رو چیز میکنن، رهبری میکنن، و اون یک دانلود منیجری که با پایتون نوشته شده، پاکیوت، و از نرم افزارهایی مثل آریا 2 و یوتیوب دی ال استفاده میکنه برای دانلود فایل ها و ویدیو ها. و اینجاست که شخصی اومده بود و گفته بود که من اینو اومدم و فعال کردم و برای جنتو. و ببینید ما همون جوری که توی آرچ رپوزیتوری AUR رو داریم، یا توی فدورا ما RPM فیوژن رو داریم، اگه اشتباه نکرده باشم RPM فورج که نبود، RPM فیوژن بود، و توی دبیان ما مثلا PPA ها رو داریم. خب اینجا هم یه چیزی این آقا اومدن درست کردن و ما باید میتونیم که اون رو فعال و نصب بکنیم که بتونیم رپوزیتوری جانبی رو استفاده بکنیم. من این رو در این ویدیو دیگه نشان نخواهم داد، خب، و اونم اینجاست که ابزاریه که اینجوری میبینید لیمن رو نصب میکنید، و بعد اینجا اومده گفته که رپوزیتوری من رو اضافه بکنید و بعدم ریفرش بکنید و that's it، و بعد از اون دیگه میاد که من این کار رو خواهم کرد. قسمت بعدی ویدیو در مورد نصب و تست کردن پرسپولیس و توضیحاتی در خصوص اونه. خیلی زیاد به جنتو، چرا به جنتو، خب قطعا مربوطه، و اینکه ببینیم این کار خواهد کرد یا نه.
خب این تموم شد. خب این چیزی اومده، آها ببینید، این میگه فیوز افس نیست، این فیوز افس. خب این فکر کنم اجازه میده که فایل اکسچنج از اینجا فایل رو کپی کنیم و پیست کنیم از این حرفا، یا اینو نداریم، ما اصلا توی کرنل کانفیگمون هم فعال نکردیم، مهمم نیست، نمیخواستیم اصلا استفاده کنیم، فقط این دوست عزیزمون سیستم سی تی ال اگه اشتباه نکرده باشم اینیبل vmtoolsdaemon و استارتش هم بکنیم، استارت vmtoolsd. خب و اون هم الان برای اینکه دقیقاً vmware tools هم روی این نصب باشه. من فکر کنم که من الان در یک جایی قرار گرفتیم که تا یه حدود زیادی توضیحات اصلی جنتو تمومه، ولی خب من یه قسمت هایی که مربوط به خود جنتو هست رو الان بگم. خب ببینید، آها یوز پلاگ رو من باید بگم در این ویدیو، و جنتو یوز فلکس یوز فلکس، یه دونه اینو میخوایم. ببینید توضیحاتی که اینجا هستش که ما چگونه یوز پلگ رو ببینیم، بعد ببینیم که چه پکیجی با چه یوز پلگی کامپایل شده و چیز دیگه. یه دونه اینه، من چیزی که اینجا یادداشت کردم خب جنتو یوز پلگ AMD 64 working، این مهمه، اینو من باید به شما نشون بدم. نمیدونم چرا من ذکر کردم با در یوز پلاگز، این هم صفحه خوبیه که اینا رو نشون میده. ببینید ما یوز پلاگ رو بر اساس اون پروفایلی که استفاده کرده بودیم اینجا ناکنید، یکیش هست یوزر پورتیج پروفایل یوز، خب سی دی یوزر پورتیج پروفایل ال اس سی دی یوز، ببینیم یوز، آه نه همینجاست دیگه، cat use. ببینید مثلا با اون پروفایلی که ما داشتیم اینا یوز پلگایی بوده که اینجا هستش، یوز پلگای پیش‌فرض سیستم. خب برای پروفایل KDE که ما تنظیم کرده بودیم با سیستم دی، و یه دونه این اینا بوده. خب حالا و سی دی اس نشی دی سی، یه دونه ببینید خود یوز پلاگ رو تو اون میک دات کانف بود که میتونستیم تنظیم بکنیم. آها یه دونه دیگه ببینید، این فایل بعضی وقتا یه پکیجی بود که ایراداتی میگرفت. خب مثلا میبینید این اپ امولیشن اینا ماسک پکیج بوده، یا cd packages.use یه دستی اینجا میتونه اضافه کرد. خب که اون آتو آن ماسکایی بود که ما بعضی وقتا یه بار با امرج میرفتیم میگفتش آن ماسک کردم، اینجاست میاد همه رو گشته اینجا، حتی این رو بعدن باید مرتب کنه تو فایل جدا بنویسه. میبینید توضیح داده که بنا به چه دلایلی مثلا برای دیباس یوزر سشن رو فلگش داده، یا برای پایتون 2.7 اسکیولایت داده، یا چیز دیگه. میبینید؟ خب کیو و به همین ترتیب. خب من از این خارج شم، ببینید اونور تمام، آره دیگه پرسپولیس هم ببینید نیست. خب پس عرضم به خدمت شما که شد قسمت بعدی ویدیو در مورد یوز پلاگاس، شاید هم یه قسمت دیگری داشته باشم در مورد ورژن کرنل جدید، ولی من فکر کنم که در حال حاضر این رو بتونیم قسمت اختتامیه اصلی جنتو بدونیم، و امیدوارم که دوستان استفاده برده باشن. و من خواهش میکنم که اگر نکته ای هست، ببینید من این ها رو در جایی میذارم و مثلا یو میبینم که آقا 300 تا ویو خورده، ولی واقعا آیا اینا رو میبینن، یعنی که فقط همینجوری توی شبکه‌های اجتماعی پخش میشه واقعا ویو نمیشه، به من یه فیدبکی بدین. من
با در واقع یوزر علی میر جمالی یا علی دات میر جمالی یا علی اندرلاین میر جمالی در اکثر شبکه‌های اجتماعی هستم. اگر موردی بود، سوالی داشتین، میتونید از این طریق با من در ارتباط باشین. خوشحال خواهم شد و هر گونه فیدبک و بازخوردی رو من استقبال میکنم و این امیدوارم استفاده برده باشین. و خیلی هم از وقتی که گذاشتین برای دیدن ویدیو تشکر میکنم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم تا فرصت دیگری و سری ویدیوهای بعدی. فعلا خداحافظ.